27 روز دی ماه برابر با 17 ژانویه سال 1220 خورشیدی برابر با 1841 میلادی کشف اورست بلندترین قله جهان در رشته کوه هیمالیا قله اورست با بیش از 8848 متر ارتفاع به عنوان بلندترین قله دنیا در مرز کشور نپال و تبت در چین و در رشته کوههای هیمالیا واقع شده است که توسط جورج اورست کوهنورد و نقشه بردار انگلیسی کشف اندازه‌گیری و به نام وی نامگذاری شد. با این حال جورج اورست نتوانست این قله را خود فتح کند. کوشش‌های بسیاری برای صعود به قله اورست به عمل آمد و انسان‌های زیادی نیز جان خود را بر سر این کار گذاشتند تا سرانجام یک کوهنورد انگلیسی راهی از جنوب اورست کشف کرد که صعود به قله را ممکن ساخت و نهایتاً عده‌ای از کوهنوردان سوئیسی عازم بالا رفتن از اورست شدند و تا ارتفاع 8600 متری از آن صعود کردند و این بیشترین ارتفاعی بود که بشر تا آن تاریخ از کوه بالا رفته بود. این قله سرانجام توسط دو کوهنورد از هند و انگلستان فتح شد. سال 1239 خورشیدی برابر با 1860 میلادی زادروز آنتوان پاولویچ چخوف، مشهور به آنتوان چخوف، نویسنده روسی که در خانواده فقیر در روسیه به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات پزشکی به طبابت پرداخت، ولی این روال چندان طول نکشید و با انتشار نوشته‌هایش از 19 سالگی چنان مورد استقبال قرار گرفت که از طبابت دست کشید و کار نویسندگی و ادبیات را دنبال کرد. چخوف بشر دوستی و نیک نفسی و خدمت به مردم را وظیفه شرافتمندانه انسان می دانست و این علاقه شدید به انسان دوستی به شکلی گیرا و دلانگیز در آثارش به چشم می خورد. آثار چخوف در عین حال که خواننده را می خنداند به فکر و دقت نیز وامی دارد و معایب اجتماعی را در نظرش جلوه‌گر می‌سازد. چخوف یکی از بزرگترین استادان داستان‌های کوتاه است که آثار درخشان و نافذ او از حیث انشاء فوق‌العاده روان و حاکی از مهارت عجیب وی در برگردانیدن ناگهانی یک وضعیت مضحک به صحنه‌ای حزن‌انگیز و دردناک است. چخوف در ادبیات روسیه خالق سبکی تازه در شیوه نمایشنامه نویسی و داستان نویسی است. آثار چخوف مورد ستایش نویسندگان بزرگ زمان واقع شد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بیشتر رمان نویسان معاصر او نفوذ فراوان بر جای گذاشت. چخوف از بزرگترین و برجسته‌ترین داستان نویسان رئالیسم و واقع‌بین روسیه در دوران قبل از انقلاب این کشور به شمار می آید. سال 1391 خورشیدی برابر با 2012 میلادی در گذشت محمد بیگلری پور، پیشکسوت موسیقی و رهبر ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما و سازنده اولین سرود جمهوری اسلامی